دوستان گرامی من، با آرزوی سلامتی و شادکامی شما، چهارمین برنامه از قبای زرین و عبای پشمین رو شروع میکنم. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست، خدایگانی و آیین سروری داند. قصه‌مون درباره این بود که محمد رضا شاه با روزولت روابط نزدیکی پیدا کرده بود و با هم تلگراف های متعددی رو رد و بدل می کردند و لحن تلگراف های واصله از امریکا بسیار گرم و خوشایند بود. اولیویس روزولت، پسر رئیس جمهور روزولت، در کتاب خاطراتش در قسمت ایران می نویسد که بنابر پیشنهاد پدرم روزولت قرار شد کنفرانس سران سه دولت متفق در روزهای دهه آخر نوامبر در تهران تشکیل بشود. این پیشنهاد مورد موافقت استالین و چرچیل قرار گرفت. پدرم از استالین خواست که به منظور حفاظت و همچنین نزدیکی بیشتر در مدت اقامت در تهران از او در سفارت شوروی پذیرایی کنند، که این خواسته سخت مورد خوشایند روزها قرار گرفت و من هم که همراه پدرم بودم در تمام مدت در محل سفارت شوروی به سر می بردیم. در آن روزها در همان محل سفارت شوروی دوبار پادشاه ایران از پدرم رئیس جمهور امریکا دیدار نمود. الیویس روزولت نوشته است: پس از دومین دیدار شاه با رئیس جمهور امریکا، پدرم ژنرال هارلی و مرا احضار کرد و به ژنرال هاری دستور داد تا طرح کمک‌های اقتصادی به ایران رو با کمک مستشاران مالی امریکایی تهیه و تنظیم کنند و سپس در حضور ژنرال هارلی به من گفت: اولیویت، تو موظفی که در تهیه و تنظیم این طرح با ژنرال هارلی همکاری کنی. و سپس گفت: قبل از خاتمه این کنفرانس باید اعلامیه مشترکی را با روس‌ها و انگلیس‌ها درباره تضمین حفظ استقلال و حاکمیت سیاسی ایران پس از جنگ تنظیم و امضا نماییم. در کتاب تیشه‌ها به ریشه‌ها آمده است که دولت فروغی روز 24 آذر ماه 1320 لایحه پیمان اتحاد بین دولت ایران و دو دولت شوروی و انگلیس را به مجلس برد. لایحه با مخالفت احزاب چپ مواجه شد. عاقبت هم از تعداد 93 نفر حاضران در جلسه فقط با 80 رأی موافق به امضا رسید و به اصطلاح تصویب شد. هنگامی که جنگ پایان یافت و به اعتبار همان قرارداد میبایستی ارتش‌های هر سه کشور ایران را تخلیه کنند، دولت شوروی از تخلیه شمال ایران خودداری کرد
و تنها سند معتبری که در مجامع بین المللی مطرح مذاکره قرار گرفت همین سندی بود که به اهتمام زکاء الملک فروغی و مخالفت احزاب چپ ایران در آن روزگار تنظیم شده بود. حالا ببینیم که دگرگونی بزرگ جهانی پس از دوم جنگ چگونه بر ایران تحمیل شد. به طور کلی جنگ جهانی و فعالیت‌های پیدا و پنهان کشورهای هر دو سوی جنگ برای دستیابی به منابع و سرزمین‌ها و ایجاد وسایل ارتباطی و باز به وجود آوردن سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی نحوه حاکمیت بر کشورها و ملت‌ها را به کلی دگرگون کرد. به گونه ای که هیچ یک از ممالک چه بزرگ و چه کوچک مسئول از دستبردهای پنهانی جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نبودند. به همین سبب کشورهای بزرگ به منظور آن که بتوانند به دور خود حصار امنیتی ایجاد کنند کوشش می‌کردند از طریق مراجع و مقامات امنیتی و اطلاعاتی خود کشورهای کوچکتر رو وسیله دستاویز منابع اطلاعاتی خود قرار بدهند تا از این طریق هم مسئولیت نسبی برای خودشون فراهم کنند هم کشورهای کوچک رو به عنوان دیوار امنیتی در اختیار بگیرند. بعد از جنگ جهانی دوم اصولاً سیستم ایجاد روابط از طریق بلوکبندی ها تغییر فاحشی نمود و استثمار نو با خشونت و سبائیت کامل، اما در لفافه دوستی ها جای خودش رو در کشورهای کوچک باز می کرد. نخستین سالهای بعد از جنگ این قبیل فعالیت ها در قالب همکاری و کمک های فرهنگی و اجتماعی از ناحیه کشورهای بزرگ ارائه می شد تا نظر جوانان کشورها را به خود جلب نمایند. ولی هرقدر این قبیل اقدامات پیشتر می رفت نحوه فعالیت ها در فراهم آوردن دسترسی به منابع به خصوص منابع انسانی در کشورهای مورد نظر حادتر، بیرحمانتر و نهانتر صورت می‌پذیرفت و طبیعتاً نیاز به تشکیلات و ایجاد سیستم‌های تبلیغاتی، اطلاعاتی و به تدریج نوعی جاسوسی پیدا می‌شد و موجبات مبارزه جدی و شدید بین دستگاه‌های اطلاعاتی و سیستم‌های جاسوسی کشورهای بزرگ رو فراهم می نمود که هم دولت ها و هم ملت های کوچکتر در دام حیله و تزویر می افتادند در نتیجه به دستجات مختلف و متعدد تقسیم می شدند. بالاخص کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی پر اهمیتی بودند مثل نفت که هیچ بدیل نداشت، مثل اورانیوم که در صنایع نظامی رول نخست رو دارا بود، مثل مس و سرب که دارای کاربرد چندگانه ای هست و همچنین کشورهایی که منابع انسانی آنها چشمگیر بود به کیفیتی که مردم آن کشورها را به اصطلاح هم در عزا و هم در عروسی می توانستند قربانی کنند. این قبیل کشورها کاملا مورد توجه خاص و زیر ذره‌بین دستگاه‌های اطلاعاتی ممالک تمع‌ورز و تمامیت‌خواه قرار داشتند. ایران در طاس لغزنده استثمارگران افتاد. ایران از نیم قرن پیش از جنگ جهانی به جهات عدیده مورد توجه و نظر کشورهای استثمارگر قرار گرفته بود. اول منابع زیرزمینیش که کشورهای بزرگ برای دسترسی به آنها
و در انحصار گرفتنشون با هم سخت به رقابت و جنگ پنهانی پرداخته بودند. دوم، مناطق سوق الجیشیش که هم شوروی و هم انگلستان به طرق مختلف برای دستاندازی به آنها متوسل به انواع حیله و زورگویی ها شده بودند. سوم، امریکا که در دوران جنگ به ایران وارد شده بود و به میزان ثروت های زیر زمین و روی زمین و همچنین منبع بی‌نظیر انسانی ایران در سراسر منطقه آگاهی یافته بود و میخواست به هر طریق سهم عمده‌ای برای خود دست و پا کند که در این راه به عنوان ملی کردن نفت توفیق‌هایی هم به دست آورد و شرکت‌های نفتی امریکا صاحب 40% سهام کنسرسیوم ایران شدند و سالیان درازی هم فروشنده انصاری انواع تسهیلات فروشنده انحصاری انواع تسلیحات به ایران بود و با عنوان مدرنیزه کردن ارتش عملا اختیار قوای مسلح ایران رو در اختیار گرفت که نتیجه این سرپرستی و همکاری و همیاری رو هم همه شما شنوندگان و خوانندگان در مأموریت ژنرال هویزر به ایران به یاد دارید. انگلستان علاقمند بود به هر کیفیت منابع نفت و گاز جنوب ایران رو که در حیطه تسلط خودش داشت همچنان در اختیار نگاه دارد، ولی عاقبت در جریان جنگ پنهانی نفت و ملی شدن صنعت نفت ایران از روی ناچاری با امریکا که رقیب سرسختش بود مصالحه کرد و با شرکت‌های نفتی امریکا شریک شد. دیگران که کوشش داشت تا خلیج فارس رو که بزرگترین آبراه جهان از حیث مناطق پر ثروت جهان می باشد زیر نظارت و کنترل خودش داشته باشد و تمام سعیش رو به کار می برد تا هیچ سهمی به متحدین دیروزش ندهد. شوروی که بعد از جنگ به بسیاری از کشورها دست انداخته بود میخواست ولو با زور و قلدری و ایجاد احزاب مصنوعی قسمتی از شمال ایران رو که دارای منابع عظیم گاز هست و همچنین معبر راهیابی به مناطق آباد و سرسبز و پرثروت آسیا میباشد به هر شکل و کیفیتی زیر حاکمیت خودش نگاه دارد و علاوه از آن به آسانی و بدون مزاحمت به استخراج معادن مختلف در شمال و شرق ایران بپردازد. و چون در جریان جنگ کارشناسانش در شرق ایران بررسی‌های فراوانی کرده بودند، سخت علاقمند به کشف معادن سنگ‌های رنگین بود که سنگ‌های رنگی ایران در دنیا بی‌نظیر می‌باشد. چهارم، دولت اسرائیل بعد از جنگ جهانی یکی از کشورهایی بود که در منطقه خودش رو فعال مایشا میشناخت و علاقمند بود که با یاری امریکا به خصوص در ایران نقش پررنگی داشته باشد که توانست در زمینهای مختلف راه رو باز کند و در لوای همکاریهای پنهان با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی امریکا برای خودش ایجاد حق نماید که متاسفانه این دو دوزه بازی کردنهایش به تدریج ایرانیان رو از همکاریهای گسترده با دولت اسرائیل سرخورده کرده بود. حالا می رویم به سالهای نخست پادشاهی محمد رضا شاه. ورود ارتش‌های انگلیس و شوروی ناگهان نظم دوران رضاشاهی رو فرو ریخت. بلخص که دولت انگلیس در صدد بود که با هر قیمت رضاشاه رو از کشور بیرون ببرد و چنان که در تاریخ و همچنین اسناد منتشر شده انگلستان امروز مشخص می شود
شوروی و انگلیس تصمیم داشتند تا رژیم ایران رو در آن روز تبدیل به جمهوری خودساخته‌ای بنمایند. آقای ساعد مراغعی در کتاب خاطراتش که به اهتمام باقر عاقلی منتشر شده می نویسد: در آن روزها سفیر ایران در شوروی بودم. چند روز قبل از استعفای رضا شاه، وزیر خارجه شوروی مرا، یعنی ساعد را، به دفترش فرا خواند و اعلام می کند که انگلستان و شوروی تصمیم قطعی دارند که رژیم ایران را تغییر بدهند و به آقای زکالملک فروغی پیشنهاد کردند که ریاست جمهوری را بپذیرد، ولی او از این اقدام سر باز زده. به این جهت به شما آقای ساعد مراغعی پیشنهاد میکنیم که فوراً به ایران بروید و اعلام جمهوری کنید و انگلستان و شوروی هم برای انتخاب شما به ریاست جمهوری همه وسایل رو فراهم میکند و پشتیبان شما خواهد بود. ساعد نوشته است که از این پیشنهاد سر باز زدم. فوراً به تهران میآید و با نخست وزیر فروغی قضیه را در میان میگذارد. بدین سبب هر دو تصمیم میگیرند که وسائل سوگند خوردن محمد رضای ولیعهد را به عنوان پادشاه فراهم کنند، در حالی که کشور در اغتشاش کامل فرو رفته، ارتش بیگانه به تاخت تاز مشغول است، سفرای انگلیس و شوروی عملا اختیار مملکت را در دست دارند، ارتش و قوای انتظامی و همچنین دستگاه اداری کشور به کلی از هم پاشیده. ناگهان زنجیرها گسسته، مردمی که تا دیروز زیر جذبه و اقتدار یک نظامی قدرتمند فرامین را اجرا می کردند، با یک دگرگونی عظیم روبرو شدند. هرج و مرج کامل فراگیر است. گروه های ایدئولوژیک با عقاید مختلف از چپ و راست سر برآوردند. مردم آرام ساده دل ناآگاه را به سوی خود کشیدند و فعالان داخلی و خارجی در هم ممزوج گردیدند و اغتشاشگران هم تمام آن در هم ریختگی را آزادی معرفی می کنند. یک روز بعد از استعفای رضا شاه، دولت از سفرا و وزرا مختار کشورها دعوت کرد در مجلس شورای ملی حضور یابند تا گواه سوگند خوردن محمد رضای ولیعهد جوان باشند. ولی هر دو وزرا مختار انگلیس و شوروی بدین بهانه که باید از دولت مطبوع خود اجازه بگیرند از حضور عذر خواستند. به همین جهت دولت ناچار شد دعوت از کلیه کار دیپلماتیک حاضر در ایران رو پس بگیرد. در نتیجه با حضور سران کشور و ارتش، گروهی از نمایندگان که دوره 12 و 13 مجلس رو می‌گذراندند، یک جوان 22 ساله‌ای خودش رو پادشاه اعلام کرد. اگرچه این سوگند خوردن و اعلام پادشاهی محمد رضا شاه توانست روند رژیم مشروطه پادشاهی رو در کشور حفظ کند، ولی اغتشاش و در هم ریختگی همچنان بیداد میکرد و مخالفین و معاندین نهایت کوشش رو در برپایی بی‌نظمی و خرابکاری ادامه میدادند و دولت‌های انگلیس و شوروی هم هرگز دست از مخالفت با پادشاهی مشروطه نمی کشیدن. بعد از برپایی حزب توده که با کمک و برنامه‌ریزی مقامات امنیتی شوروی شکل گرفت و با سرعت در سراسر کشور شعبات خودش رو مستقر کرد و همه روز میتینگ های خیابانی عرصه را بر مردم عادی تنگ می کرد، احزاب رنگ و رنگ دیگری هم سر برآوردند
و با ایجاد مشکلات متعدد دولت رو از انجام وظایفش باز می داشتن و موجبات زد و خورد همه روزه را فراهم می آوردن. از همه مهمتر آخوندها که 20 سال زیر شلاق تجدد خواهی در حصار و فشار بسیاری از امتیازات و قدرت هزار ساله را بر اثر قوانین و ایجاد نظم جدید دوران رضاشاهی از دست داده بود، از فرصت استفاده کرد و با تشکیلات به هم پیوسته‌ای در سراسر ایران با عنوان حفظ مبانی اسلام و به وجود آوردن جامعه بی طبقه توحیدی سر برآورد و با رونق دادن به مساجد و حوزه‌های علمیه شروع به تبلیغات نادرست در جهت حفظ هرچه بیشتر خرافات و تعصبات دینی می نمود. و با این اقدامات راه پیشرفت و نظم دادن به امور کشور رو عملا مختل می کرد و در راه حفظ منافع بیگانگان گام بر می داشت و چنان که مرسوم و رویه آخوندها بود و هنوز هم هست، با همراهی با مقامات انگلیسی ظاهراً به مقابله با عقاید کمونیستی حرکت میکرد. ولی واقعیت آن بود که میخواست به هر حیله‌ای از نظم و قانون و آرامش جلوگیری کند. دوستان گرامی من، امیدوارم که این مطالبی رو که من از متن تاریخ یک بیرون میارم و براتون تعریف میکنم آگاهی دهنده به شما باشد و بیدار شوید که ما چه روزگار سختی رو گذراندیم و چه راه پرخطری را جلوی پایمان داریم. روز و روزگار به شما خوش. تا برنامه بعد.